سلام علیکم، اشتباه نکنید، اینجا برنامه پاتوق نیست، من تنها اومدم. از اونجایی که همیشه موافق تغییر بودم، تصمیم گرفتم مقداری به اندامم برسم، به تناسب اندام برسم. در اصل این شد که با خانم خرم هماهنگ کردم، گفتم شما یه پیشنهاد خوب به ما بده. این دوست ما، همکار ما، محبت کرد، کم لطفی نکرد. ما امروز برده شما رو جلوی دوربین قراره با یه دکتر خیلی خوب، یه رژیم آسون، من هیکلم متناسب بشه. البته الان متناسب هست، یه مقداری خوش هیکل تر بشم. بریم ببینیم چی میشه، خدا به داد ما برسه. با هر سختی بود مسعود رو راضی کردیم که بیاد دکتر. حالا با هم اومدیم مطب دکتر آذرفر. می‌خوایم ببینیم که چند کیلو اضافه وزن داره و چقدر طول می‌کشه که از شر این کیلوهای اضافه خلاص شه. با ما باشین. آقای دکتر سلام علیکم. سلام. خیلی مخلصم. خوبین؟ خوش اومدید. بفرمایید. آقای من مسعود ساکی. بسیار عالی. چند سالتون است آقای ساکی؟ ارشد که 27. 27 سال. شغلتون؟ من کارمند. کارمند هست. البته ورجه ورجه میکنیم بعد از خیلی هم خوب. متأهل مجرد؟ من مجرد. وزنتون حدوداً؟ وزنم 142. 3 42. چرا پیش ما اومدید؟ آقا ما یه برنامه‌ای داریم می‌سازیم به اسم پاتوق. بله. بعد دوستان هر جا ما رو می‌برن که تفریح و سرگرمی و ورزش اینا، من هیچی نمیتونم استفاده کنم. بعد اصلا کلاً روحیه‌مو دارم عدد میدم، اعتماد به نفسم اومده پایین. بعد خانم خورم گفتن که یه آقای دکتری هست خیلی کارش خوبه و اینا، بریم. اذیتم نمیشی؟ لاغرم میشی؟ من هر جا میرم یا دارم غرق میشم یا بلندی میفتم یا تعادل ندارم، هر چه شما کردید. امیدوارم که بتونم کمک کنم. چند وقت پیش یه دکتر تغذیه رفتم و 2 ماه هم باهاش کار کردم، خوبم وزنم کم شد، 16 کیلو فکر میکنم تو 2 ماه این حدودا اومد پایین. بله. بعد به خاطر اینکه سخت بود شرایطش و اینها، اینو فلان ساعت بخور، اون حتما باید فلان چیز رو بخوری و اینها، یه مقداری سخت شد. بعد ول کردم، از عید به این ور دیگه ول کردم. و چقدر اضافه کردیم بعد اینکه ول کردیم؟ نکشیدم، هم ترسیدم بکشم. میکشیم. آخرین باری که آزمایش دادین کی بوده؟ آزمایش چکاب کامل، آزمایش خوب. اونم فکر میکنم همین 3-4 ماه پیش بود. خوب بود همه چی؟ چربی خون من یکم بالا بود. مشکل قند یا مشکل تیروئید نداشت؟ که مخصوصا 2-3 بار البته جدیدن نولی آزمایش داده بودم، دکتر متاسف یعنی خوشبختانه گفت کاملا سالم. خیلی خوب. تو فامیل درجه 1 پدر، مادر، خواهر، برادر کسی هست مشکل دیابت یا تیروئید داشته باشه؟ نه. فکر میخوام بگید توپول باشن، گفتم اون که اصلا دارو، مکمل، ویتامین چیزی مصرف میکنه؟ دیگه قطع کردم. هیچ. سابقه عمل جراحی داشتین؟ نه خدا رو شکر. هیچ. ورزش، تعطیل؟ آقا من که سرم شروع بود که من میرسم ورزش کنم شما. وقت در حد این که مثلا روزانه اگه بخواد یه چیزی حدود نیم ساعت 40 دقیقه برای خودتون وقت بذارید، نمیخوام ورزش هیجان انگیز یا بخواید خیلی وزن جا به جا کنید، در این حد که یه پیاده روی، تردمیل، دوچرخه ثابت، تو استخر شنا کردن، راه رفتن، یه کار اینجوری، یه کاری که فقط ضربان قلبتون یه کوچولو ببرین بالا، یه ذره به نفس بیافتین. تایمشو دارین؟ خیلی کمک میکنه کم سریعتر بیایم پایین. هم این که در روند رژیم گرفتن شما بدنتون شل نشه، پوستتون نیفته، این مشکلاتون نداشته. خیلی هم خوب. آلرژی به چیزی داری؟ این غذا، دارو یا هر چیز دیگه؟ به غذا هم مگه میشه آلرژی؟ نه به هیچی. نه مثلا این که به بادم جون، کیوی، چیز اینجور دوچار یبوست نیستی؟ نه هیچ. یعنی هر روز خوب عالی دفعه مزاش داری؟ خوابتون؟ داغون. کم میخوابین یا زیاد میخواب؟ هر وقت بخوابم خوابیدم. یعنی ظهرا میخوابین معمولا یا نه؟ نمیرسم. نمیرسم. بعد شب معمولا چه ساعتی میخواد؟ دیگه 2. تا چه ساعتی خواب هستین؟ دیگه سقفش 7.5 میندازنم بیرون. مشکل دیگه ای که بخواید توضیح بدین ندارین؟ نه من فقط هر دردی داشته باشین که اذیتم. نه دردی تو بدنتون باشه مشکلی؟ نه خدا رو شکر. معمولا صبح که دارم میام سر کار پشت فرمون
لقمه انقدی نون و پنیر میخورم به صورت فیکس. نون معمولا چه نونی میخوره؟ بیشتر لواش. آره بیشتر لواش، گرچه تو خونه همیشه نون بربری هست و سنگک هست، ولی اون صبونه معمولا لواش، چون پشت فرمون سخته. نهاران بین 12 تا 1 سر کاریم قطعا. بله. بعد شام هم اصلا مشخص نمیکنه چه ساعتی. خب شب بین صبونه و نهار هیچ نمیخوریم. حالا چرا؟ معمولا وقتونم یه عالمه میوه با خودم میبرم، یعنی یه کاسه دارم انقدی با خودم میبرم سر کار، پر میوه است. غذا از منزل میبرین یا محل کار دیگه؟ خب پس غذاهاشون احتمالاً یه ذره چرب و شور هست. شور اگه باشه من نمیخورم، چون اصلا کلا غذا می نمک میخوام، ولی چرب هست. غذایی هست که بعدتون بیاد و اصلا نخورید؟ کرفس. خورشت کرفس نمیخورم. آب پز کدو رو به هیچ وجه نمیخورم. بله. شاید که غذاهای روتین رو میخوریم، قیمه، قرمه، جوجه، کباب. گوشت نمیخورم، گوشت خورشتی، گوشت تیکه‌ای. آره بله. یعنی حتی مثلا کباب برگ هم میخورم. اونا رو میخورم. کباب کی میذاره؟ عصرونه چیزی میخورین معمولا یا؟ بستگی به حالم داره. بستگی داره. اونم اگر بخواید بخورید باز میوه میخورین یا حله حوله؟ بستنی میخوره. حله حوله ای نیستم، مثلا میگم چیپس میخورم، مفک میخورم. حالا بستنی، آب میوه ای در همین حدود داره. شامو معمولا به صورت روتین چه ساعتی میخورید؟ بستگی داره، بین 9 تا 12 قطعا، ولی تلورانسیس یه دفعه شب مثلا 9 میخورم، ولی معمولا دیر وقت میخورم. شام معمولا چی میخورید؟ شما هر چی خونه باشه، یعنی اگه غذای برنجی هم باشه میخورین، اگه غذای نیمی هم باشه. یه مدتی چیز کرده بودم نخورم، یعنی خودمو مقید کردم برنج نخورم، ولی الان دیگه میخورم. عادت دارین بعد شام چیزی بخورین یا شب ها نصف شب مثلا بیدار شین؟ نه، ولی اگرم بیدار شم یه دونه مثلا میوه، حالا یا موز یا سیب یا هر چی با توجه به فصل و یخچال. حالا ما یه قد و وزن از شما میگیریم، یه رژیمی براتون تنظیم میکنیم، یه هفته طبق این رژیم میریم جلو با هم دیگه. نه سخت نیستش، یه هفته طبق رژیم میریم جلو. ایراد و اشکالا رو با هم هفته دیگه چک میکنیم، شما بگید مثلا اینش کمتر باشه راحت ترم، اونش بیشتر باشه راحت ترم. میخوام یه چیزی باشه که با توجه به شرایط زندگی شما باشه. اون چیزایی که دوست دارین رو براتون بذاریم، در این حال اون چیزایی باشه که ما به هدفمون هم بخوایم برسیم. خب یعنی من خیالم راحت بشه که با رژیم قرار لاغر شم ان شاء الله، احتیاج به عمل که ندارم فعلا. نه این همه صبر کردید، یه کوچولو هم صبر کنید، رژیمو بگیریم. اگر سخت نبود، روندش خوب بود، خودتون دوست داشتید؟ معمولا کنار میام، حالا به خاطر وضعیت خودم که شده. حدودا مثلا چه جوری تخمین میزنید؟ من اصلا عجله ندارم، ولی من فکر میکنم حدودا ماهی 4 تا 6 کیلو، حالا میانگین 5 کیلو رو راحت بدون اینکه بهتون فشار بیاد کم خواهید کرد، بدون اینکه عصبی بشین، ریزش مو پیدا کنید، پوستتون خراب بشه یا مشکلات دیگه پیش بیاد. ما تقریبا توی یک سال چیز تغییر خیلی خوبی می‌بینیم. بریم وزن و قد بگیریم. بفهم. مسعود آوردیم پیشتون. بله. خیلی از بیننده ها میخوام ببینن که حالا بالاخره وضعیت مسعود چی میشه. خیلی چاقه، درسته؟ والا پرونده ای که من ازشون دارم، حالا چیزی که خودشون فرمودن هلوش 140 تا 143 گفتن، ولی خب وزنی که گرفتیم شما هم ضبط کردین 147 کیلو بوده. یعنی چقدر اضافه وزن؟ من فکر میکنم خیلی خوب بخوایم باشون پیش بریم، تو هولوش 90 براشون وزن خوبیه، یعنی یه چیزی حدود 60 کیلو باشه. از من خواست که کمکش کنم. من خب فکر کردم که اول به پزشکای جراح معرفیش کنم، حالا بالونی بذاره، کاری بکنه، بعد دوباره دیدم اول باید یکم وزنشو کم کنه تا به اینجا برسه. به سختی هم راضیش کردم، زیاد اهل رژیم گرفتن نیست. بله. اما حالا فکر می‌کنی که بتونیم با این روند خوبی لاغرش کنیم؟ اصولاً با یه همچین آدمایی کار کردن و رژیم دادن یه ذره سخت است، به خاطر روش زندگیشون، مدل کارشون، شرایطی که دارن. ولی خب باید اونقدر تنوع تو رژیم های غذایشون بذاریم، اونقدر به قول معروف به دلشون را بیایم که چیزایی که دوست دارن و در قالبی که بتونه براشون مفید باشه و کم بکنه وزنشون رو براشون بذاریم. شما رژیمشو کی بهش میدین؟ من فردا براش قرار شد که ایمیل بکنم. ایراد و اشکالای رژیمو برطرف می‌کنیم، چون شاید یه چیزایی من بذارم که
توی سبد خانوادهشون نباشه، یا یه چیزاییو دوست داشته باشن باشه و نداشته باشن تو رژیمشون، که اونا رو با هم دیگه انجام میدیم و انشالله که بتونیم اون کاریو که براشون مفید هست بدون اینکه آسیبی بهشون برسه رو انجام بدیم. مسعود سکی جلو دوربین در حضور آقای دکتر داریم ازت تعهد میگیریم مو به مو بعد رژیمت رو رعایت کنی، چون اینجوری هم من زیر سوال میرم هم آقای دکتر. با ما باشید.